منظمی از سلول ها هست و که کل مهده ما رو پوشش میده. هر سلول نشانگر مهده از سطح زمین هست. مثلا این مهده از سطح زمین از طریق این سلول نمایش داده شده و حالا قسمت های مختلف دیگه از زمین و مهده های دیگه از سطح زمین از طریق سلول های دیگه نمایش داده شده. بحثی که در اینجا مطرح هست در مورد مدل داده های شبکه‌ای این هست که با بزرگ و کوچکتر شدن این سلول ها، یعنی اندازه این سلول ها، وضوع فضایی ما بهتر و بدتر میشه. به این معنا که هر چقدر سلول های ما کوچکتر باشن ما وضوع فضایی بهتر رو داریم و هر چقدر سلول های ما اندازه اونها، طول عرض اونها بیشتر باشه وضوع فضایی کمتر رو داریم. هر کدوم از این سلول ها نشانگر ویژگی و خصیصه بر روی زمین هستند. یعنی این سلول با ارزش گذاری که بر روی اون صورت میگیره نشان دهنده این هست که در اینجا چه سطح ارتفاعی وجود داره. این سلول باز به همین صورت و سلول های دیگه. این نوع مدل داده برای نشان دادن ویژگی و خصیصه های پیوسته خیلی مناسب هست. برای مثال اگر ما این رو بالاترین نقطه ای که در این محدوده وجود داره نقطه ارتفاعی در نظر بگیریم، با روند تدریجی که ارتفاع بیشتر بیشتر میشه خیلی بهتر میشه از طریق این مدل داده نمایش داد تا مدل داده برداری. نمونه هایی که از مدل داده های برداری وجود داره میشه به تصاویر ماهواره ای، عکس های هوایی و همچنین مدل رقومی ارتفاع یا دن بعدا در این دوره آموزشی و در دوره تکمیلی به تفصیل در مورد دم و مدل رقومی ارتفاعی صحبت میشه اشاره کرد. خب باز من چند تا مثال از مدل داده شبکه‌ای رو برای اینکه بهتر در ذهن شما جا بگیره در اینجا خدمتتون توضیح میدم. این یک تصویر ماهواره‌ای از سطح زمین هست. در واقع این یک مدل داده شبکه‌ای هست که وقتی که ما روی اون زوم کنیم، روی قسمتی از اون زوم کنیم، میتونیم شبکه سلول هایی رو که هر کدوم از اونها داره یک ارزش خاص هستن رو ببینیم. در ارتباط با بحث وضوح و وضوح فضایی همونجور که همونطور عرض کردم هرچه ما سلول هایی با طول و عرض کمتری داشته باشیم وضوح بهتری رو داریم و هرچقدر سلول هایی با طول و عرض بیشتر داشته باشیم وضوح کمتری رو داریم. در این مثال شما به صورت بصری میبینید که وقتی که وضوح تغییر میکنه وضعیت مدل رستری ما به چه شکلی در میاد. همونجوری که میبینید وضوح کمتر و کمتر میشه و کیفیت مدل شبکه ما بهتر و بهتر میشه. همونجوری که میبینید در این حالت که یک تصویر ماهواره وضوح نیم متر هست ما بهترین وضوح رو یا بالاترین وضوح رو داریم. خب اگه بخوایم این دو نوع مدل داده رو با هم دیگه یک مقایسه بکنیم در مورد مزیت‌ها و معایب هر کدوم از اونها، میتونیم به مواردی از قبیل اینکه در مدل داده‌های برداری از مزیت‌هاش میتونیم به این اشاره کنیم که حجم داده مدل‌های برداری از مدل شبکه کمتره. همونجوری که در اصل قبلی هم دیدیم مدل داده شبکه یک ایمیج یا تصویر هست و با توجه به اینکه کل محدوده رو پوشش میده حجم بالایی رو نیاز داره برای اینکه بتونه محدوده رو نمایش بده. هر چقدر وضوح ما بیشتر باشه طبیعتاً حجم ما بیشتر میشه. بنابراین یکی از مزیت‌های مدل داده برداری این هست که حجم داده اون کمتر از مدل داده شبکه‌ای هست. در مدل داده برداری ما میتونیم خصایص متعددی رو و ویژگی‌های متعددی رو به مدل برداریمون متصل کنیم. در ادامه در مورد این قضیه بیشتر صحبت می‌کنیم، ولی در اینجا من میتونم اشاره کنم به اینکه به عنوان مثال اگر ما در مدل برداریمون یک استان رو ترسیم کرده باشیم ما میتونیم بی نهایت خصیصه یا اتریبیوت به اون اضافه کنیم، مثل مرکز استان، جمعیت اون، علاوه بر ویژگی‌های جمعیتی، ویژگی‌های اقتصادی، حتی مباحثی در ارتباط با وضعیت توسعه اون و چیزهای دیگه‌ای که میشه گفت که خصیصه‌ها بی نهایت هستن و میشه اونها رو به مدل برداری متصل کرد. اما در مدل رستری تنها یک ارزش رو به مدل رستری به قولی متصل ساخت. مدل های برداری Thank you.
Vườn đây toàn cây cảnh các bạn, rất nhiều loại cây, rất đẹp. Đây đây.